این کفش پسرمه، کفش پویای عزیزم که شب 25 آبان با فعالیت هایی که اونجا داشتن این کفش پاره شد. بازداشت و تهدید فعالان مدنی دو روز مانده به 40 قربانیان اعتراض‌های آبان. چرا حاکمیت از برگزاری تجمع‌های مردمی می‌ترسد؟ این سوالمان از مهمانان برنامه است. همچنین در برنامه امشب نگران نباشید. البته بعدم نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی درگذشت، سیاست مداری که عارف شد. مواجهه ورزشکاران ایرانی و اسرائیل یک بار دیگر خبرساز شد. شطرنج باز جوان تصمیم گرفت زیر پرچم ایران بازی نکند. و سال 2019 حال زمین بدتر شد، اما یک نهضت اقلیمی جهانی شکل گرفت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. دو روز مانده به 40 قربانیان اعتراض‌های آبان، جو تهران و بسیاری از شهرهای عمده ایران امنیتی است. همزمان موج بازداشت‌ها ادامه دارد، از جمله بازداشت پدر و مادر پویا بختیاری، از جوانان کشته شده در این اعتراضات. حکومت ایران که همواره از بیم شکل‌گیری تجمع‌های اعتراضی از برگزاری مراسم‌های معمول ترحیم برای کشته شدگان اعتراضات، اعدام شدگان یا چهره‌های سیاسی درگذشته جلوگیری می‌کند، بار دیگر دست به ارعاب اعضای خانواده‌ها زده و حالا برای یک رویاروی دیگر آماده می‌شود. اما آیا سیاست فشار و ارعاب ندای دادخواهی خانواده‌های کشته شدگان را ساکت می‌کند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ابتدا گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. گفتم حالا من مهمونم خیلی زیاده تو مسجد حسینی جا نمیگیره، اگر میشه استادیوم آزادی به من بدید من برنامه اونجا اجرا کنم. قبول نکردن. گفتن این مصاحبه روز شنبه انجام شد. پدر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان ماه به بی بی سی گفت که به رغم احضار از طرف نهادهای امنیتی که خواستار برگزاری مراسم 40 پویا در حسینیه یا مسجد بودند، مراسم را در محل دفن او برگزار خواهد کرد. به گفته یکی از بستگان نزدیک، دیشب دست کم 7 نفر از اعضای خانواده پویا بختیاری بازداشت شدند. پدر، مادر، خواهر و شوهر خواهر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، 2 عمو و 1 پسر عموی 11 ساله. یکی از دایی های پویا ساعتی پیش آزاد شده ولی یکی دیگر بازداشت شده است. شخصم پاره شد. در راه انقلاب شخصم پاره کردن. پویا بختیاری یکی از معترضانی بود که در 25 آبان ماه در مهشهر کرج کشته شد. همان شب دست در دست مادرش به خیابان رفت. مادرش در مصاحبه ای لحظه کشته شدن او را اینطور بیان کرد. جمعیتی دارم میان. من یعنی بودم که این پسر منو آوردن و دست جمعیت داشتن می بردم با شعار می کشم می کشم آن که برادرم کش. مگه هم از صورت پیاره بودم. برای اطمینان بیشتر همینطور که داشتم به سمت پایین پیاده می رفتن، من به لباس پیام نگاه کردم، کفشای پیام دیدم. پسرم اومد گفت که مامان کفشم پاره شده، سویچو میدی من برم کفشم رو عوض کنم. توی ماشین یک کفش زاپاس داشت، کفش اضافه، کفشاشو رفت اینا رو گذاشت توی ماشین، کفش دیگه ای به پا کرد و بقیه ادامه مسیرش که منجر به شهادتش شد. چه کسی میتونه پاسخی نبودن پسر من در کنار من، زندگی من، تو خونه من، جای خوابی پویا هر لحظه ساخته؟ کی میتونه سواب باشه؟
تا امروز نه تنها کسی پاسخگوی تنهایی مادر پویا نشد، بلکه خانواده پویا دیشب و در آستانه برگزاری مراسم 40 برای او به طور جمعی بازداشت شدند. مراسم 40 پویا بختیاری و آرشام ابراهیمی و بسیاری دیگر از کشته شدگان 25 آبان قرار است پنجشنبه در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای ایران برگزار شود. خبرها و تصاویر زیادی از تهران به دست ما رسیده که حکایت از حضور سنگین نیروهای امنیتی در بسیاری از محله‌های پایتخت دارد. مریم افشنگ، بی بی سی. ویدیوهایی که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشون میده که در بعضی مناطق شهر تهران ماموران و نیروهای ویژه حضوری سنگین دارند. از مخاطبان خواسته بودیم در یک پیام صوتی مشاهداتشون رو از وضعیت خیابان‌های تهران و حضور این نیروها برای ما بفرستند که گزیده‌ای از این مشاهدات رو با هم می‌بینیم. با سلام، امروز شنبه 3 دی ماه است. با توجه به اینکه 2 روز تا قیام 5 دی مونده، ولی خیابان‌های تهران جو امنیتی به خودش گرفته و یگان ویژه در دره فرخزاد مستقر شده و همونطور که می‌بینید اینجا هستن و این هم ماشیناشونه. سه‌شنبه 3 دی ماه سال 98، متأسفانه چهارراه پارکی پر معموره، از هر طرف که من میخواستم فیلم بگیرم نمیتونستم، هم به سمت ونک هم به سمت ولی از تجریش وایستادن، از هر طرف میدیدن. امروز حدود ساعت 9 صبح در خیابون ستارخان نزدیک بازار سنتی در حال عبور بودم که در همون لحظه یه تعداد زیادی ماشین پلیس و نیروهای گارد که موتور سوار بودن، خیلی تعدادشون زیاد، در دو طرف خیابون همونجا توقف کردم و البته ما از اونجا دیگه گذشتیم و نمیدونم که چه اتفاقی افتاد. روز برای معاینه فنی خیابون اشرفی اصفهانی رفته بودم. تو مرکز معاینه فنی تعداد گارد پیاده مستقر بودن. در منطقه تهران سر حد فاصل 4 صدف تا بروال لاله تعداد بسیار زیادی از نیروهای یگان ویژه حضور دارند. بیش از 10 خودروی زرهی توی منطقه در حالت آماده باش هستند و تمام نیروها کاملا مسلح می باشند. اما بهمن صادقی نور از بستگان پویا بختیاری از ترکیه با ماست. آقای صادقی نور، آیا شما موفق شدید که با اعضای خانواده که بازداشت شده بودن در تماس باشید؟ بله، درود بر شما و همه هممیهنان گرامی. بله، در تماس بودم و بیشتر هموندان خانواده من رو، خانواده بختیاری و شیرپیشه رو بازداشت کردن و تلاش کردن که جو ترس و وحشت برای خانواده درست کنن. چقدر موفق بوده این تلاش؟ آیا موفق شدن که برنامه خانواده برای برگزاری مراسم 40 در فضای سرباز رو تغییر بدن؟ نه، پیروز نخواهند شد. من دیشب با ناهید شیرپیشه پیش از بازداشت گفتگو داشتم و همچنین با آقای بختیاری. اینها به ما گفتند که در صورت بازداشت این مراسم برپا خواهد شد و کنسل نخواهد شد و دیدگاهشون، دیدگاه اونها و دیدگاه خود من اینه که پویا تنها برای خانواده ما نبوده. مردم ایران همگی در این هم شریک هستن و همگی دادخواه هستن. 1500 تن، 400 زن، 17 کودک به گفته خبرهایی که از درون خود سیستم اومده به دستور خامنه‌ای کشته شدند و ما، خانواده ما، مراسم 40 درگذشتگان آبان خونین رو
هر جایی که اینها در گذشتن شهید شدن همونجا برگزار خواهیم کرد. بله. من باور دارم که هم‌میهنان ما جوانان آزادیخواه در خیابون، میدان و در آرامگاه‌ها هر جا که بتونن مراسم رو انجام خواهند. آقای صادقی نور، مشخص هست که چه تعدادی از اعضای خانواده بازداشت شدن؟ بله، ناهید شیرپیشه، آقای منوچهر بختیاری، دو تا از برادرای آقای بختیاری، یک فرزند 11 ساله برادر آقای بختیاری و دختر آقای بختیاری، خواهر زنده یاد پویا و داماد خانواده، پدر بانو ناهید شیرپیشه، مادر آقای بختیاری و برادرهای ناهید شیرپیشه. از تعدادی که بازداشت شدن آیا هیچ یک آزاد شدن یا کماکان همه در بازداشتند؟ یکی از برادران ناهید خانوم رو که بامداد بازداشت کردن پس این آزاد میکنن، گروه آزاد میکنن، یه برادر دیگر رو میبرن. خانواده آقای بختیاری چند روز پیش احضار شده بودند به وزارت اطلاعات، آیا در اون بازجویی بهشون هشدار داده بودند که ممکنه بازداشت بشن؟ یعنی انتظار اینو داشتن که بازداشت بشن؟ بله، انتظار اینو داشتن. ما خانواده ما بارها اعلام کردیم که در این یک ماه خورده‌ای که این داغ سنگین رو روی دل خانواده ما گذاشتن و همه ایرانو با این کشتار سنگین داغدار کردن، بارها گفتیم که هر رخدادی که میخواد پیش بیاد، حکومت هر گونه برخوردی که میخواد بکنه، ولی پویا تنها واسه خانواده ما نیست و این مراسم، این یاد بود برای همه ایرانی های عزیزه و همون گونه که پویای گرامی پیش از شهید شدنشون، جان سپار شدنشون گفتن، مردم ایران یک بار برای همیشه باید بیان تا این حکومت ظلم و ستم و تبهکار رو از ایران عزیز دور کنن و ایران عزیز رو طلوعی دوباره بهش بدن. متشکرم. بهمن صادقی نور از بستگان پویا بختیاری که در اعتراضات آبان در ایران کشته شد. و اما امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا یا آمریکا با ماست و از مشهد محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار به ما پیوستند. آقای خوش آمدید به برنامه. آقای صوفیامهر، با شما شروع بکنیم. فکر می‌کنید که علت نگرانی حاکمیت از تجمع‌های اعتراضی چی می‌تونه باشه؟ با عرض سلام و تسلیت و احترام به خانواده جانباختگان راه میهن، برای اینکه من پاسخ پرسش شما رو بدم نیازمند ابراز یک مقدمه هستم، بیان یک مقدمه هستم. از سه زاویه میشه به این مسئله نگاه کرد. حکومت جمهوری اسلامی نخست حکومتی انقلابی و ایدئولوژیک، ایدئولوژی های سیاسی، ایدئولوژی های متکبر و متبختری هستند، برتری جو و تنزه طلب هستند، خودشون رو رهبر بشریت میدونن. چون متکبر هستن میپندارن که همه چیزدان هستن و چون میپندارن همه چیزدان هستن به کسی گوش نمیدهن، خدا را بنده نیستن و چون گوش نمیدهن چیزی هم نمیآموزن، به پرسش های جدید پاسخ های قدیمی میدن و چون درمانده میمانن پاسخی جز سرکوب براشون نمیمونه. این یک ویژگی حکومت جمهوری اسلامی. ویژگی دوم جمهوری اسلامی این ریشه های الهیاتی اونه و بر اساس این ریشه های الهیاتی جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده یه انسان جدیدی رو بسازه بر اساس اون الگوهایی رو که الهی فرض میکنه. خودشو وارث خون شهدا میدونه و پاسدار خون شهدا میدونه و هر کسی که بخواد به اصطلاح به چالش بکشه حکومت جمهوری اسلامی رو، اونها رو متجاوز به خون شهدا میدونه. پس خون شهدا یه رمزی میشه برای تقدس قدرت و تقدس خشونت. هر کسی که بخواد به این قدرت دست اندازی کنه از زاویه دید حکام جمهوری اسلامی دست اندازی به خون شهداست، بنابراین با یک خشونت مقدس مواجه میشه. سوم، گذشته حکومت جمهوری اسلامیه. عادت این رژیم شده و که هر چالشی رو
برای قدرت خودش با سرکوب از روز اینترنتی حکومت بسته شده با سرکوب و خشونت پاسخ داده شد. ما انسان ها به اصطلاح شخصیتمون صرفا تابع افکارمون نیست، تابع گذشته خودمون هست. اون جوری که عمل میکنیم به اصطلاح طبیعت ثانویه ما میشه و خشونت و سرکوب طبیعت ثانویه جمهوری اسلامی. بله آقای جوادی سرایت الله خامنه ای از یک طرف از دلجویی و رأفت صحبت میکنه، از طرف دیگه خانواده پویا بختیاری دو روز پیش از مراسم چهلمش بازداشت میشن. تضاد وجود داره در این رفتارها؟ من هم میپذیرم که تضاد وجود داره. طبیعی است که اونها برای پیشگیری یا به زعم خودشون اقدامات تأمینی تلاش میکنن که از تکرار اجتماعاتی که قابل کنترل نیست پیشگیری کنن. طبیعی است وقتی که اعلام میشه که در بهشت زهرا یا در یک میدان جایی مثل مثلا استادیوم آزادی برای برگزاری مراسم دعوت به عمل بیاد، جمعیتی اونجا اجتماع خواهند کرد که حتما هم معترضند، هم عصبیند، هم رفتارهایی خواهند کرد که از نگاه دستبندرکاران و مقامات امنیتی یا قابل کنترل نیست یا خودش میتواند منشأ یک درگیری جدید، برخورد جدید بشه و اونا موظف میدونن خودشون رو که از چنین رفتارهایی جلوگیری کنن و نگذارن که خدای نکرده اتفاقات مشابه اتفاقات گذشته تکرار بشه. البته اگر که بخوایم به شرایط قانونی برگردیم، اون چی که جزء آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و جزء مصوبات مجلسهای اول مؤسسان بوده، طبق قانون اساسی اجتماعات آزاد تا جایی که مخل به مبانی اسلامی نباشه و همراه با اسلحه حمله اسلحه نباشه. خب یکی از دغدغه‌هایی که مقامات امنیتی اعلام میکنن این است که در این درگیری ها لزومی نداره حتما اسلحه گرم با خودشون ببرن. ممکنه با اسلحه سرد درگیری ایجاد بشه، ممکنه با پرتاب سنگ و اینطور چیزا درگیری ایجاد بشه و بنابراین بهترین روش رو از نگاه خودشون این میدونن که اجتماعات رو کنترل کنن. به خانواده این مجروحان و زخمی ها و به ویژه کشته شدگان این ماجرا و شهدای این مسئله هم تا جایی که میتونستن گفتگو کردن. حالا یه جاهایی هم خب بالاخره این خانواده های داغدیده ای هم نمیتونن بپذیرن که هرچی بهشون گفته بشه تبعیت بکنن. اونا هم به نظر من حق دارن، ولی باید یک راهی میانه رو پیدا کرد که هم اتفاق بیفته، هم دلجویی بشه، هم بتوانن با احترام از شهدای خودشون پذیرایی بکنن و یادبود بگیرن، هم فرصتی برای درگیری های مجدد ایجاد نشه. این پارادوکس وجود داره، منم قبول دارم و سخت جمع کردن بین این دو مطالبه بسیار سخت خواهد. جناب صوفیا مهر، شنیدید نگرانی هایی که آقای جوادی حصار برشمردن که حاکمیت داره از تکرار اتفاقات گذشته؟ در چنین فضایی که حاکمیت به این میزان نگرانه و احساس خطر میکنه از جانب معترضان چطور میتونن اعتراضشون رو بیان بکنن بدون اینکه سرکوب بشن، بدون اینکه بازداشتن، بدون اینکه عواقبی براشون داشته باشه؟ اولا برگردیم به پرسش پیشین شما. من تضادی به اصطلاح اون چیزی که در گفتار حاکمان جمهوری اسلامی دلجویی خوانده میشه با سرکوب ها نمیبینم. ببین سرکوب یک جلوه خشن داره و یک جلوه نرم. جلوه خشنش همونی که با گلوله جنگی به قلب و سر معترضان شلیک میشه و سرکوب نرم همون فریده. این همون مثلثیه که آقای جوادی حساب باید خوب باش آشنات، همون مثلث زر و تزویر و زوره و اینها تضادی نیست. اینا همه اضلاع یک مثلث هم برای این حکومتی که به هیچ چیز جز اون چیزی که خودش خدا میدونه و الله میدونه پاسخ خوبه. و این در مورد پاسخ شما، پرسش شما، این که مردم چه کار میتونن بکنن. ما با یک حکومت بیرحمی مواجه هستیم که الهیات سرکوب و تدوین کرده و هیچ رحم و هیچ شقاوت و هیچ به اصطلاح
نگرانی از کشتن انسان‌های عادی نداره و اینکه مردم چجوری میتونن این کار رو انجام بدن، به نظر من هیچ راهی وجود نداره جز بالا بردن روحیه فداکاری. و من این توصیه رو نمی کنم، فقط شما فقط پاسخ پرسش شما میگم اگر بخوایم ما به این هدف برسیم چجوری میتونیم برسیم. گفت به من جنبه توصیفی داره، بالا بردن روحیه فداکاری، در میدان بودن و به اصطلاح حضور میلیونی مردم که همه دنیا بدونن اگر جمهوری اسلامی بار دیگه دست این شقاوت زد، دیگه با این دلجویی های که متاسفانه در دیکشنری جمهوری اسلامی همه مفاهیم دچار تحریف شده و یه فضای اورولی رو برای ما ساخته و از دلجویی دیگه کاری ساخته نیست، مردم ایران راهی ندارن جز یک بار برای همیشه با چهره کری حکومت مواجه بشن و واقعیت و تلخ و تاریک رو بپذیرن. و این حکومت به هیچ صراط مستقیمی و به هیچ خدایی رو بنده نیست. و اینها اگر شما بهشون بگید که چرا سرکوب کردین، اینا به شما میگن آقای آیت الله خامنه‌ای یه تهدید رو برای تمدن اسلامی و تمدن شکوفایی اسلامی در قرن‌های آینده رو داره. اینا مثلا رابطه‌شون با واقعیت فرق شده. تنها چیزی که برای اینها مهمه تقدس قدرت و تقدس خشونت. آقای جواد یسار، امروز در خبرها داشتیم به نقل از علی مطهری نماینده مجلس که آیت الله خامنه ای مانع استیضاح وزیر کشور شده. آیا این به نوعی به این معنیه که آیت الله خامنه ای به هر حال خودش رو مسئول این اعتراض ها میدونه؟ چرا اجازه نمیده که وزیر کشور استیضاح بشه در مجلس؟ خب حتما باید توضیح هم بدن، ولی من فکر میکنم که توضیح مقدر در این سوال این است که در آستانه انتخابات مجلس هستیم و مسئول مستقیم برگزاری انتخابات وزیر کشور هست و اگر در این شرایط وزیر کشور استیضاح بشه و شرایط دولت به ویژه در حوزه وزارت داخله یا وزارت کشور متزلزل بشه، تبعات خوشایندی رو نخواهد داشت و ممکن است که اعتراضاتی رو در کیفیت اخذ رأی، در کیفیت اجرای انتخابات، در پروسه برگزاری انتخابات به وجود بیاره که خودش منشأ پاره‌ای از مشکلات جدید بشه. ولی این آیا دوباره دخالت چند باره آیت الله خامنه‌ای در کارگرد مجلس نیست؟ ببینید میتونه این باشه، ولی از نگاه آیت الله خامنه‌ای باید به قضیه نگاه بکنیم. آیت الله خامنه‌ای خودشون رو مسئول عالی حفظ هماهنگی و شرایط کشور میدونن و همه هم میدونیم که هر اتفاق میفته فلش سوال به سمت ایشان است که این وضعیت تحت مدیریت عالی ایشون داره اتفاق میفته. بنابراین اگر ایشون مصلحت میدونه که مثلا اگر استیضاحی میخواد صورت بگیره این استیضاح بعد از انتخابات صورت بگیره، به این معناست که دارن اولویت بندی میکنن. من گمان نمیکنم تو صحبت های خامنه ای این باشه که شما به هیچ وجه وزیر کشور در هیچ شرایط استیضاحش نکنید. این دقیقا مثل همون لایحه قانون مطبوعات بود که وقتی آمد به مجلس ششم رهبری گفتن آخر مجلس پنجم تصویب شده، اول مجلس ششم شما اینو بر ندارید، بذارید یک سال اجرا بشه، بعد معایبش رو ببینید، بعداً بیاد اصلاحش کنید یا تعویضش کنید یا تغییرش بدید. ولی خب درک شرایط و اقتضاعات گاهی وقتی هماهنگی بین دو تا نظر رو ایجاد نمی‌کنه، کسی یه نظری داره یا یه نظر دیگه دارن. من تصور می‌کنم که این همه استیضاح تو کشور اتفاق افتاده تا الان و استیضاح‌های دیگری هم اتفاق میتونسته بیفته واقع بشه در آستانه انتخابات. من یادم یه بار دیگه یه وقتی مجلس مشکلی پیش اومد که گفتن آقا رهبری گفتن تحت هیچ شرایطی انتخابات نباید تعطیل بشه، انتخابات در ساعت خودش، در موقع خودش، در روز خودش باید انجام بشه. بنابراین چون احتمامی هست از جانب رهبری برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر و بدون هیچ خللی، ایشون پیشنهاد کردن یا به مجلس پیام دادن که استیضاح رو الان انجام ندید. من فکر نمی کنم که با اصل استیضاح مخالفتی باشه، در زمانش شاید ایرادی وجود داشته باشه.
آقای صوفیا مهر، شنیدید صحبت های آقای جواد یسار که آقای خامنه ای خودش رو مسئول عالی حفظ هماهنگی شرایط کشور میدونه. به نظر شما یا در سایر موارد از جمله سرکوب خونین معترضان در ایران هم خودش رو مسئول میبینه؟ یکی از ویژگی های حکمرانی آقای خامنه ای که حد اکثر قدرت رو بخواد بدون اینکه کوچکترین به اصطلاح مسئولیتی رو برای پاسخگویی برای خودش قائل باشه. ایشون از روزی که رهبر جمهوری اسلامی شده جلوی یک خبرنگار ننشسته و به پرسش های اونا پاسخ بده. ایشون اصلا شأن خودش رو اجل از این به اصطلاح رفتارهای زمینی و این انسانهای زمینی، ایشون اصولا خودش رو رهبر امت شیعیان و مسلمانان میبینه و ایشون این کشتارها رو به اصطلاح یک به اصطلاح هزینه ضروری برای اون الگوهای الهیاتی که توی ذهن خودشه در نظر میگیره. و همینطوری که در گزارش رویترز مربوط گفته بود که نظام در خطر، هر کاری از دستتون برمیاد شما انجام بدید مردم رو سرکوب کنید. این به اصطلاح حرف صادقانه ای رو که زده و با ویژگی های حکمرانی ایشون دقیقا سازگاره و با عملکرد ایشون در این 31 سال کاملا سازگاره. من فکر نمی کنم ایشون تا وقتی که این قدرت مطلقه رو داشته باشه پاسخگوی این مسائل باشه. آقای خامنه ای قربانی به اصطلاح اون اعتیاد نسبت به قدرت، این چسبندگی بیمارگونه ای که ایشون نسبت به قدرت داره باعث میشه که ایشون پاسخگو نباشه. تا وقتی که ایشون این قدرت مطلق رو داشته باشه حرف از پاسخگویی دارن خوشخیالیه. اگر ما میخوایم کسی پاسخگو باشه باید قدرتش رو محدود کنیم. وقتی که قدرتش رو محدود کردیم اون موقع میشونیم از حرف از پاسخگویی بزنیم. در صورتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آقای خامنه‌ای قدرتی رو داده که به قول خودشون ایشون کف اختیارات خودشون رو اجرا کردن تا به حال و نه سقف اختیارات خودشون رو، حرف از پاسخگویی دادن مثل همون تحریف معنای دلجوییه و فراهم آوردن فضای اورولی در ایران. بله آقای جواد یسار، برگردیم به بحث روز. با توجه به شدت سرکوب ها و بازداشت ها و بگیر و ببند ها، حالا به قول عفو بین الملل 300 تا، به قول رویترز 1500 تا، حتی یک جان هم اگر که گرفته بشه باید پاسخگو باشن مسئولان، با توجه به این میزان سرکوب شما فکر میکنید که آیا جامعه مدنی در روز چهلم این اعتراض ها واکنش نشون خواهد داد؟ نگرانی حاکمیت نگرانی به جایه؟ جامعه مدنی حتما واکنش نشان خواهد داد اما به صورت مدنی. مثلا هنرمندان ما اعلام کردند که ما در اعتراض به پاره ای از وقایع در چهلم این شهدا و کشته شدگان ما میایم و دست از کارمون میکشیم. این تفاوت داره با پاره ای از رفتارهایی که حضورهای نامتعارف یا اجتماعات نامتعارف رو طلب میکنن. ببینید بدون هیچ تعارفی یه عده دیگری هم در کشور هستند که اونها هم مثل بقیه شهروندان جمهوری اسلامی حقوقی دارن، توقعاتی دارن، مطالباتی دارن. اونها هم دستگاه های حاکمیتی، دستگاه های امنیتی، رهبری و مجلس و مخاطبین خودشون رو در دولت پیدا میکنن یا در نظام پیدا میکنن و از اونها مطالبه دارن، فشار میذارن که این چه وضعیته، چرا اجازه میدید که اتفاقات بیفتن. بنابراین ما نباید اجازه بدیم که طرح شدید مطالبات از یک طرف حقوق و مطالبات بخشای دیگری از جامعه رو نقض کنه و به اونها اجازه و فرصت مطالبه ندیم. من فکر میکنم جامعه مدنی راه خودش رو پیدا خواهد کرد و مطالبات خودش رو جستجو خواهد کرد و به روش‌های مدنی این کار خواهند کرد. اما حاکمیت هم، عذر میخوام یه لحظه این جمله من تمام بشه، اما حاکمیت هم به نظر من باید گوش شنوا داشته باشه، باید با دقت و شجاعت مطالبات رو بشنوه و به اونا توجه داشته باشه. نرسد روزی که ما، یعنی حاکمیت ما بگوید من صدای اعتراض مردم رو شنیدم ولی دیر شده باشه. من فکر میکنم که حتما نرسیده. هنوز اون روز آقای جواد یسار دست کم نزدیک 400 نفر کشته شدن حداقل. بله من عرض میکنم، من میگم که نباید تکرار بشه.
یعنی فکر میکنین که ممکنه کماکان گوش شنوایی در حاکمیت وجود داشته باشه؟ من فکر میکنم باید باشه، یعنی وقتی که رهبری خودشون بلافاصله اعلام میکنن که عده‌ای از این کشته شده ها بالاخره بیگناه بودن، باید برید دلجویی کنین. رئیس شورای امنیت ملی رو میفرسته به مناطق مختلف، میره از اونها دلجویی میکنه، با خانواده هاشون گفتگو میکنه. نه اینکه این کفایت بکنه، اصلا من نمیخوام بگم این کفایت کرده ها، به هیچ وجه. باید خیلی کارهای دیگه بکنن، دولت باید کار بکنه، نظام باید کار بکنه، سپاه، ارتش، همه اون کسانی که میتوانن به نحوی در بازگشت اعتماد و از بین بردن این خلأ ایجاد و ملت تلاش بکنن، همه باید تلاش بکنن. البته آقای جوادی اسار، معترضان معتقدن که راه دیگرش این بود که نکشند معترضان رو، بعدش بخوان کسی رو بفرستن برای دلجویی. منم قبول دارم، بنده هم این حرفو میزنم، من که نمیگم حتما بود بکشن، ولی وقتی که درگیری میشه، در شما در کجای دنیا دارید میبینید که درگیری بشه و کشته نداشته باشن؟ شقوق درگیری فرق میکنه. شما اگر بخواد به من بگید آقا تو فرانسه درگیری میشه، کم کشته میشه یا کم زخمی میشن، ولی یک سال الان تو با توجه به فرهنگ فرانسه کورم داریم، شلم داریم که تو درگیری ها کور شدن. آقای جواد اسار، در عرض یک سال 50,000 تظاهرات در سراسر فرانسه انجام شده که در مجموع 9 نفر درش کشته شدن، که از اون 9 نفر 2 نفر مستقیما به دلیل اعتراضات کشته شدن. در ایران به قول خودشون در 48 ساعت نزدیک دست کم 400 نفر کشته شدن. بسیار خب آقای صوفیامه، اگر که آخرین جنبندی شما رو بشنویم ممنون میشم. بله، اینی که آقای جوادی اسامی که حکومت باید گوش بده و دلجویی کنه، من از قول مولانا میگم نفس شهوانی کرست و کور. وقتی که حکومتی چنین شیدا و شیفته قدرت پرستی شده، هیچ گوش شنوایی برای حرف مردم نداره. اگر شما میخواین حکومتی شنوا باشه، باید قدرت رو از دستش بگیرید. اگر نمیتونید قدرت رو از دستش بگیرید، با واژگان بازی نکنید. پاسخگو کردن و دلجویی کردن، همه اینا به اصطلاح فریب نرم و سرکوب نرمه که اصلاح طلبان متاسفانه در کنار سرکوب خشن جمهوری اسلامی همکار و همیار این حاکمان ستمگر بودن. بله آقای جوادی اسار، شما هم لطفاً جنبندیتون رو بکنید. من متاسفم، خب این فضا رو که اصلاح طلبها به وجود نیاوردن، دوستان ما از هر جا میمونن یک تشری، یک لگدی به اصلاح طلبها میزنن، اشکالی نداره. ولی اصلاح طلب خب شما هم دارید ترویج خشونت میکنید برادر من. ببینید، من عرض میکنم که ما معترض بودیم به این رفتارها، الان هم معترضیم. در کنار مردم بودیم، الان هم در کنار مردمیم. به هیچ وجه هم توجیهگر خشونت نیستیم و تقبیح میکنیم خشونت رو. اما از اون طرف هم در کنار کسانی که دامن بزنن به ناآرامی، دامن بزنن به امواجی که قابل کنترل نیست، در کنار اون هم نمیستیم. این حق ماست، این ما شهروند ایرانیم، این حق ماست که از حقوق خودمون دفاع کنیم به روش مدنی. اگر روش های مدنی ما مورد قبول دیگران نیستن، نباید به ما تهمت توجیهگری بزنن. ما روش شما را قبول نداریم، نه اینکه خدای نکرده با شما مخالفیم. ما هم مثل شما این دردمندیم، درد کشیده ایم، با این مشکلات داریم زندگی میکنیم. اما اجازه بدین روشمون با هم تفاوت داشته باشه. همونطور که من شما رو من خشونت نیست آقای حسار، شما دارین تهمت میزنید. خب شما هم تهمت زدی به من، میگی شما توجیهگری. شما میگین که در فرانسه همین مقدار آدم کشته شدن. شما البته نگفتن اینا آقای جواد، آقای صوفیا مرچه این حرفی آقای جوادی حسار نزدن، گفتن در اعتراض بر حال دی کشته میشن. من گفتم بین دموکراسی فرانسه و دموکراسی ایران 250 سال فاصله وجود داره، 300 سال فاصله وجود داره. شما نباید توقعتون پس قیاس مرفاره، پس قیاس نکنید اگر که شما میتونید متفاوته. بنده عرض کردم تفاوت وجود داره. متشکرم. هر مسلک دارید بحث میکنید، واقعیت‌ها رو با شعر و شاعری نمیشه عوض کرد عزیز دل من. متشکر از هر دوی شما، محمد صادق جوادی اسار روزنامه‌نگار و امین صوفیامهر پژوهشگر فلسفه سیاسی با ما. ممنون از هر دوتون. پیشوای دراویش گنابادی نورعلی تابنده دیشب در بیمارستانی در تهران به علت کهولت سن در 92 سالگی درگذشت. در پی سرکوب فعالیت دراویش، از 2 سال پیش آقای تابنده در نوعی حصر خانگی به سر می برد. او در کارنامه‌اش از وکالت مخالفان سیاسی تا سمت‌های در دولت موقت مهدی بازرگان اولین نخست وزیر بعد از انقلاب ایران را دارد. فرهام قبادی نگاهی کرده به زندگی قطب دراویش گنابادی. چشماشون که بازن، هوشیاریشون هم که خوبه. نورعلی تابنده حالا چشم از جهان فرو بسته.
او 2 سالی بود که در نوعی بازداشت خانگی به سر می برد و پیروانش نگران حال او بودند. الان من بیرون نمیتونم بیام، برای منزل تو منزل آزادم. نگران نباشید، فقط دعا بکنید برام. اعتراض دراویش گنابادی به حبس خانگی او 2 سال پیش به درگیری با نیروهای امنیتی ایران منجر شد. در این درگیری ها 1 درویش، 3 مأمور پلیس و 2 عضو بسیج کشته شدند. حدود 400 درویش هم دستگیر شدند که یکی از آنها محمد سلاس به اعدام و بسیاری از آنها به حبس های بسیار طولانی محکوم شدند. اما نورعلی تابنده دراویش را به خیشتنداری دعوت کرد. از روی احساسات کاری نکنید که دیگرون هم صدمه میزنه و بدنامی باشه. و دیدم بخوام دفاع میتونید از کاری بکن. در این مدت هر از چندگاهی خبرهایی درباره بدرفتاری با دراویش در زندان و اعمال محدودیت برای نورعلی تابنده منتشر میشد. در اعتراض به این محدودیت‌ها 72 نفر از درویشان زندانی اعتصاب قضا کردند. در نهایت تابنده از آبان به دلیل وخامت حال و ضعف جسمانی در بیمارستان مهر تهران بستری شد. یه خبر جعلی متأسفانه پخش شد که همه فقرا رو ناراحت و منقلب کرده بود. 2 هفته پیش شایعه شد که رهبر معنوی دراویش گنابادی درگذشته، اما بعد این خبر تکذیب شد. نورعلی تابنده تنها 1 چهره عرفانی نبود. او پیش از اینکه در سال 1371 قطب دراویش گنابادی شود، فعالیت سیاسی داشت و از منتقدان حکومت به شمار می آمد. دکترای حقوقش را از دانشگاه پاریس گرفته بود و قبل و بعد از انقلاب وکالت برخی زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، از جمله عباس امیر انتظام. بعد از انقلاب در دولت موقت مهدی بازرگان برای مدتی معاون وزیر دادگستری، معاون وزیر ارشاد و رئیس سازمان حج و زیارت هم بود. قطب دراویش گنابادی در سن 92 سالگی در اثر بیماری و کهولت سن درگذشت. اما چندی پیش او توانست به زادگاهش در خراسان رضوی سفری کند. حالا با توجه به شرایط امنیتی پیرامون دراویش گنابادی، طرفداران او منتظرند که حاکمیت به آخرین خواسته قطب دراویش تن دهد. نورعلی تابنده وصیت کرده پیکر او در زادگاهش بیدخت گناباد به خاک سپرده شود. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی از بن آلمان با ماست. آقای اشکوری خوش آمدید به برنامه. علت حساسیت حاکمیت به آقای تابنده چی بوده؟ سلام به شما و بینندگان و عرض تسلیت به خانواده زنده‌یاد دکتر تابنده و همینطور پیروان فکری و اعتقادی ایشان. در پاسخ به سوال شما باید بگم که 2 عامل یا 2 انگیزه در این ماجرا دخالت داره. یکی خب اختلاف دیرین، شاید باید گفت 1000 ساله بین فقها و صوفیان و عارفان که همواره با همدیگه درگیر بودن، همدیگه رو نقد می‌کردن، که البته عمدتاً از ناحیه فقها بوده نه از ناحیه اونها. البته اونها هم با فقها میانه ای نداشتن، با فقه و فقه محوری و اسلام شریعت محور بسیاریشون میانه ای نداشتن، ضمن اینکه بسیاری از اونا خودشون هم اهل شریعت و اهل دینداری و اهل مبادی آداب مذهبی بودن، ولی در این حال با اسلام فقه محور میانه ای نداشتن. اما از این سو نامهربانی خیلی قوی تر و نیرومندتر بوده. فقها اونها رو تکفیر میکردن، اونها رو خارج از دین و شریعت و ایمان تصور میکردن. بنابراین یه دعوای دیرینه متشرعه و متصوفه است که سابقه دیرینه داره. در دوران پیش از انقلاب ایران هم اینجوری بود، در دوران قاجار اینجوری بود، در دورانی که من خودم در قم بودم و در اونجا به اصطلاح اهل تصوف بودن، برای خودشون خانقاهی داشتن و در این حال علما با اونا میانه خوبی نداشتن. اما در این حال تضاد اینقدر خشن و تند و به اصطلاح سرکوبگرانه نبود. حالا در جمهوری اسلامی غیر از اون دعواهای دیرینه عقیدتی و فکری که بین متشرع و متصوفه، بین فقها و عرفا وجود داشته، یک عامل قوی و نیرومند سیاسی هم دخالت کرده. در جمهوری اسلامی یک قاعده اساسی وجود داره که در طول این 40 سال بوده و هر روز هم قویتر و نیرومندتر شده و اونم این است که هر جریان دگراندیشی که با قرائت رسمی دین، با قرائت ولایت فقیه مطلقه سازگار نباشه،
سرکوب میشه. باز تا زمانی که در حد فردی باشه، یه جریانی باشه که خیلی محدود، خیلی خوب ممکنه یه خورده باش مدارا کنن، اما اگر این جریان جریان به اصطلاح وسیع باشه، گسترده باشه، مخاطبانی داشته باشه، تشکیلاتی داشته باشه، از اون به شدت احساس خطر میکنن. حالا متصوفه گاهی از این سو هست، از اون سو نمیدونم بهائیان هست، حتی جریان علما و فقها، کسی مثل آیت الله منتظری و یا دیگران هست. هر نیروی دیگراندیشی که جمهوری اسلامی از اون احساس خطر کنه سرکوب میکنه. چقدر فکر میکنید که این مخالفت ناشی از دیگراندیشی دینی آقای تابنده بود؟ چقدر از اون ناشی از گرایش‌های سیاسی او بود؟ برای اینکه میدونیم که ایشون به جریان ملی مذهبی نزدیک بود، میدونیم از منتقدان سیاست‌های رئیس جمهوری پیشین هاشمی رفسنجانی بود. فکر میکنید که چقدر از این مخالفت ناشی از دیدگاه‌های سیاسی او بود؟ ببینید، من تصورم این است که دیدگاه سیاسی شخص دکتر تابنده هم دخالت داشته، برای اینکه ایشون از همون دوران پیش از انقلاب، بعد از انقلاب، به جریان نهضت آزادی، به جریان به اصطلاح قول امروز یا که میگم ملی مذهبی نزدیک بوده. من خودم با ایشون در یه دوره ارتباط داشتم، البته پیش از اون که به اصطلاح مرشد خانقاهی‌ها بشه، که بیشتر میدیدیم ایشون رو. ایشون حقوقدان بود، وکیل بود، زحمت میکشید، توی به اصطلاح محافل و مجالس بود، بیانیه‌های سیاسی رو امضا میکرد. بنابراین شخص ایشون بوده تا دخالت داشته، ولی در این حال ایشون هیچ وقتی جزو افراد رادیکال و تند و عرض کنم که علیه جمهوری اسلامی نبوده به لحاظ شخصی. بعد از آنی که ایشون قطب دراویش شد، بیشتر روی ایشون حساسیت شد. تازه در این حال من معتقدم که حساسیت فردی روی ایشون خیلی نبوده، بیشتر به عنوان اینکه قطب و رهبر یک جریان فکری دینی بوده که به خصوص در این سالهای اخیر هم به دلیل فشارهای حکومت، اونم عامل اصلیش خود حکومت بوده، به دلیل فشارها و تضییقاتی که برای این گروه ایجاد کرد، اینها هم موضع گرفتن، گاهی به خیابون آمدن، گاهی به اعتراض دست دادن. در نتیجه این حساسیت ها هم اضافه شد و سرکوب ها هم بیشتر شد. بنابراین من معتقد نیستم که شخص مرحوم دکتر تابنده به آدم رادیکال بوده یا از شخص او خیلی احساس خطر می‌کردن، بلکه این احساس خطر جدی بوده و به عنوان یک قاعده در جمهوری اسلامی درباره هر دیگراندیشی یا هر جریان متشکل سازمان یافته دیگراندیشی اعمال میشه. فکر میکنید با توجه به حساسیت‌هایی که روی آقای تابنده و اساساً در روش گناوادی وجود داره، آخرین آرزوی او مبنی بر اینکه در گناباد به خاک سپرده بشه عملی خواهد شد؟ حالا من چون تو داخل کشور نیستم، خیلی در فضای به اصطلاح سیاسی و فضای عمومی داخل کشور نیستم، نمیتونم در این مورد اظهار نظر روشنی داشته باشم، ولی آرزو میکنم که حاکمیت اینقدر تعقل داشته باشه، اینقدر تدبیر داشته باشه که اینجا رو درست عمل کنه، به وصیت او عمل کنه. عمل به وصیت یک مؤمن مسلمان جز به اصطلاح واجبات شرعیه، هیچ کس نمیتونه اون رو نقض بکنه، حکومت هم نمیتونه، دیگران نمیتونن، اگر چنین وصیت روشنی کرده باشه که شما میگید. بنابراین باید به این عمل بکنه، از نظر سیاسی هم به نفعشونه که این کار انجام بدن، اونم در این شرایطی که بالاخره مملکت بحرانیه، نمیدونم هر روز اعتراض، درگیری، کشتارهای عظیمی که اخیرا میگن 1500 نفر در ایران کشته شدن. توی این فضای تنش آلود اگر واقعا بخوان که این بی‌تدبیر رو و این بی‌عقلی رو هم نشون بدن و مانع این تدفین این مرد بزرگوار در زادگاه خودشون بشن، این دیگه نهایت بی‌تدبیری و نهایت بی‌عقلی است. و امیدوارم، آرزو میکنم که به وصیت اون بزرگمرد عملی بشه. فکر میکنید که جانشین آقای تابنده به عنوان قطب دراویش گناه‌آبادی، بسته به اینکه چه کسی باشه، ممکنه که رویکرد حاکمیت نسبت به دراویش گناه‌آبادی تغییر بکنه؟ بله، خب بالاخره فرد در هر رهبری، در هر نوع رهبری، چه مذهبی، چه سیاسی، چه نمیدونم تشکل‌های دیگه، مهمه، چون بالاخره تیپ فردیش، موزگیری هایی که میکنه، به خصوص در سلسله دراویش و چه گناه‌آبادی و چه غیر گناه‌آبادی، مرشد و اون رهبر دینی و فکری اعتقادیشون نقش بسیار بسیار مؤثر و اثرگذاری در پیروان خودش داره، و نقشی که رهبر با مرشد علی تصوف در پیروان خودش داره، در بسیج اونها میتونه داشته باشه، در تحریک اونها یا در آرام کردن اونها داشته باشه، خیلی به مراتب بیشتر از نقشی که فقها برای مقلدین خودشون دارن. به ویژه اینکه مرجعیت در شیعه هم متمرکز نیست، هر کسی مقلدینی داره و بعد اونها هم اینقدر سفت سخت نیستن، ولی در جریان اهل تصوف
اگر رهبر بعدی یه فرد مثلا رادیکالتری باشه یا به لحاظ سیاسی موضعی تندتر و رادیکالتری نسبت به حاکمیت جمهوری اسلامی داره داشته باشه، میتونه که به اصطلاح این روابط رو تیره تر کنه. ولی اگر نه، یه فرد باشه نرمتر و آرومتری باشه یا به هر حال یک نوع تدبیرهای دیگری بیاندیشه، ممکنه که به آرام شدن فضا کمک کنه. متشکرم. حسن یوسفی اشکیوری. فدراسیون شطرنج ایران تایید کرده که علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج ایران، تصمیم گرفته خارج از تابعیت ایرانی در مسابقات قهرمانی شطرنج سریع و برق‌آسا در روسیه شرکت کند. وزارت ورزش ایران برای جلوگیری از مواجه شدن ورزشکاران اسرائیلی با ورزشکاران ایرانی اجازه نداده که شطرنج بازان ایرانی در مسابقات روسیه شرکت کنند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ با ماست. آقای رستم‌پور، اساساً از اهمیت علیرضا فیروزجا برای شطرنج ایران شروع کنیم. رشته شطرنج بی‌حاشیه ترین ورزش در دنیاست و در طول سال در هیچ کشوری از اخبار شطرنج چیزی خونده نمیشه جز نتایج و برد و باخت‌ها، اما در ایران چنین نیست و در حال حاضر همین مسئله علیرضا فیروزجا که با پرچم فیره میخواد در مسابقات جهانی شرکت کنه، رئیس فدراسیون شطرنج آقای پهلوانزاده امروز گفته که تمام ظرفیت هامون رو به کار میگیریم تا اجازه ندیم این اتفاق بیفته. یعنی مشخص نیست، پس با پرچم ایران که شما اجازه نمیدید شرکت کنه، با پرچم فیده هم که میخواین از تمام ظرفیتاتون استفاده کنید شرکت نکنه. در 16 سالگی چیکار باید بکنه؟ آیا باید از شطرنج خداحافظی کنه؟ از اون طرف آقای پژمانفر، حجت الاسلام پژمانفر، نماینده مشهد، به اون دو نفری که با حریف اسرائیلی مسابقه دادن، اونا هم زیر 20 سال هستن، امین طباطبایی و پرهام مقصودلو، گفته اینا به شعور مردم توهین کردن که میگن ما نمیدونستیم حریفمون اسرائیلیه و باید توضیح داده بشه در این زمینه. فضای بسیار در واقع نگران کننده برای شطرنج ایران، برای به طور کلی ورزش کشور، که حالا شطرنج هم به شدت داره از این موضوع آسیب می‌بینه. مشخص هستش که آقای فیروزجا قرار مقابل چه کسانی بازی بکنه؟ آیا قطعیه که رقیب اسرائیلی داره؟ به هر حال اگر در این مسابقات هم فیروزجا مثل بقیه تصمیم می‌گرفت که نره، خب رقابت‌های بعدی چی می‌شد؟ برای کسی که در 16 سالگی به عنوان یکی از مهمترین استعدادهای شطرنج دنیا گزینه شماره یک شطرنج آینده جهان، یعنی پا به جایی بذاره که نخبگانی مثل گری کاسپاروف و آناتولی کارپوف اون مسیر رو طی کردن، معلومه که باید توی شرایط آروم بدور از تنش با امکانات آینده ورزشی خودش رو پیگیری کنه. این شطرنج بازا با هزینه خودشون به مسابقات بین‌المللی میرن. اغلب اونها مربیان خارجی دارن که داشتن، در واقع بعد از افزایش قیمت ارز مجبور شدن دیگه مربی خارجی نگیرن، با اینترنت از طریق فضای مجازی تمریناتشون رو پیگیری میکنن. خب مسئله اینترنت هم الان اوضاع نامشخصی در ایران داره. طبیعیه که علیرضا فیروزجا، این نابغه 16 ساله بابولی، اگر این امکان رو داره برای فرانسه بازی کنه، از این موقعیت استفاده کنه. همونطوری که سعید مولایی هم تعقیب رویاهای ورزشی خودش رو در کشوری مثل مغولستان قابل دسترس تر میدید تا ایران، و این اتفاقیه که برای سایر ورزشکاران در رشته‌های مختلف رخ داده. در نظر بگیریم که ورزش پدیده‌ای منفک از سایر مسائل اجتماعی نیست و اونچه که الان در ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی داره اتفاق میفته و چشم‌انداز روشنی هم ورزشکارا بیش روی چشم خودشون نمیبینن، مربیای خارجی شاغل در ایران، ورزشکاران تیم‌های ملی، همه اونها نگران آینده ورزشی خودشون هستن و هیچ امیدی هم به اونها داده نمیشه. مثلا رئیس فدراسیون شطرنج امروز نگفته که پیگیری میکنیم، مشکل رو حل میکنیم، در آینده شرایط بهتر میشه. ادبیاتی که اونها صحبت میکنن، وزارت ورزش، شورای برون مرزی، رؤسای فدراسیون ها، صرفا از جنس تهدید ورزشکاراست و اونا هم راهی ندارن جز این که اگر امکان بازی برای یک کشور دیگه براشون مهیاست این کار رو انجام بدن. دشمنی 4 دهه ای ایران و اسرائیل به ورزش این کشور به شدت آسیب زده. اشاره کردید به اسامی مثل امین طباطبایی، پرهام مقصودلو، افرادی که به نظر میاد که زندگی حرفه‌ایشون رو از نظام ایدئولوژیک ایران دارن جدا میکنن. فکر میکنید که این روند ادامه خواهد داشت و چه تأثیری بر ورزش ایران داره این سیستم؟ اگر که
تغییری در این رویه اتفاق نیفته، کما اینکه می‌بینیم خب هیچ نشانه‌ای از تغییر به چشم نمی‌خوره، طبیعتاً این مهاجرت‌ها شدت می‌گیره. از طرفی فدراسیون جهانی شطرنج هم قبلاً تهدید کرده و تأکید کرده که فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران سیاست رو باید از ورزش جدا کنه. در غیر این صورت عواقب این تصمیم به عهده اونهاست. این موضوعی که نایجل شورت نایب رئیس انگلیسی فیده بهش اشاره کرده، طبیعتاً میتونه شطرنج هم در مسیر فدراسیون جدا، یعنی تعلیق و محرومیت از حضور در تمام میادین بین المللی قرار بگیره با این اتفاق. آقای رستم‌پور، چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ تا یک زمانی تابو بود، کسی راجع به رقابت با اسرائیل یا عدم رقابت با اسرائیل صحبتی نمی‌کرد. ما دیدیم که زمانی خادم رئیس فدراسیون کشتی اعتراض کرد به این سیاست ایران. به نظر میاد که یک اعتماد به نفسی در ورزشکاران ایران داره شکل می‌گیره. فکر می‌کنین از کجا نشأت می‌گیره؟ همینطوره، یعنی یک حرکتیه که گام به گام برداشته شده. رسول خادم اعتراضات مکرری رو کرد و هدف قرار داد مسئولین عالی رتبه نظام رو که ما قرار نیست تنهایی بریم ببازیم، اگر قرار بباختن شما هم بیایید وسط. بعد ماجرای علیرضا کریمی که پیش اومده بود، در ادامه مسعود شجاعی که با تیم پانیونیوس مقابل مکابی تل آویو بازی کرد در فوتبال لیگ اروپا و حتی حاضر نشد توبه نامه امضا کنه، 7 ماه محروم بود از حضور در تیم ملی و به شدت در صحن مجلس و جاهای دیگه تهدید شد. در ادامه سعید مولایی که او هم از قبل اشاره کرد گفت من با این شرط نمیمونم ایران و رفت. بعد این دوتا شطرنجباز که هفته گذشته در رقابت‌های اسپانیا با ایدو گورشتان شطرنجباز مطرح اسرائیلی بازی کردن، از قضا هر دو پیروز شدن. یعنی هر چی پیش میره به نظر میرسه که همونطور که گفتین ورزشکارا هم جسارت بیشتری پیدا میکنن، نه به خاطر اینکه اونا میخوان پیام سیاسی بدن، اونا ورزشکارن و برای اینکه به رویاهای ورزشی خودشون دست پیدا کنن باید به قوانین ورزشی احترام بگذارن و این چیزیه که جمهوری اسلامی از اونها دریغ میکنه و هیچ نشانه ای از تغییر در این زمینه به چشم نمیخوره در حال حاضر. متشکرم. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. مثل دنیای سیاست و اقتصاد، حوزه محیط زیست هم در سال 2019 صحنه اعتراضات خیابانی و جهانی بود. بحران اقلیمی که به خطر داغ شدن میانگین حرارت زمین اشاره دارد، همچنان چالش اصلی بشریت به شامل می‌رود. چندین کشور اعلام وضعیت اضطراری اقلیمی کردند. با این حال هنوز رویه صنایع آلاینده و اقتصادهایی که باعث افزایش گرمای زمین می‌شوند مثل سابق ادامه دارد. آلودگی هوا و تخریب تنوع زیستی دو شاخص دیگر وضعیت محیط زیست در سال 2019 بودند. سیاوش اردلان مروری دارد بر محیط زیست و اقلیم زمین در سال 2019. دانشمندان دنیا همچنان هشدار می‌دهند که داغ شدن میانگین حرارت زمین بزرگترین خطر پیشاروی بشریت است. سال 2019 سرآغاز یک نهضت بیداری اقلیمی بود. ما خودمون رو به این کامیون بستیم که نتونه حرکت کنه. دلیل اینکه ما این کارا رو می‌کنیم اینه که می‌خوایم دولت برای مقابله با تغییر اقلیم اقدام کنه. میلیون‌ها نفر در یک مورد 7 میلیون نفر به طور همزمان در سراسر جهان یک صدا علیه صنایع آلاینده و دولت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند به خیابان‌های صدها شهر جهان سرازیر شدند. این برای ما جنگ مرگ و زندگیه. ما باید برنده بشیم و می‌تونیم برنده بشیم. راه حل‌ها در دسترس است. از آلاینده‌ها مالیات بگیرید نه از مردم. برای سوخت فسیلی یارانه ندین و کارخونه زغال سنگ نسازین. اما عادت‌ها دیر عوض می‌شود. لذا سال 2019 سال مقاومت و شدت دادن به رویه‌های گذشته توسط صنایع سوخت فسیلی و دولت‌های پشتیبانشان بود. دولت‌های مثل دولت‌های آمریکا، عربستان، چین، استرالیا و برزیل که مانع از موفقیت امسال اجلاس تغییرات اقلیمی در مادرید شدند. اما همین کشورها خود در سال 2019 هدف خشم طبیعت قرار گرفتند. آتش سوزی های جنگلی در کالیفرنیای آمریکا، در استرالیا و حتی جنگل های قطبی یک زنگ خطر بلند بود و گواهی بر اینکه طبیعت زمین در سال 2019 گامی دیگر به سوی قهقرا برداشت. در مورد مشخص برزیل، دولت راستگرای این کشور متهم شد که دامداران را تشویق می‌کند تا عملاً جنگل‌های آمازون را از بین ببرند، جنگل‌هایی که به ریه‌های زمین موسوم شدند. اما عامل اصلی انتشار گازهای گلخانه و داغ شدن حرارت زمین همچنان سوخت‌های فسیلی هستند، نفت و گاز و زغال سنگ.
تقریبا در سال 2019 هر ماه یک بار تحقیقاتی جدید خطر مصرف سوخت‌های فسیلی و گازهای گلخانه‌ای را که وارد هوا می‌کند گوشزد کرد. اصلی ترین اینها بیانیه 11,000 دانشمند از 153 کشور دنیا بود که هشدار دادند ادامه این روند به گفته آنها زجر غیر قابل توصیفی را بر بشریت تحمیل خواهد کرد. زجری که از نمودهای آن در سال 2019 از سیل در ایران و طوفان در موزامبیک و گردباد در ژاپن و گرماهای بی سابقه در اروپا و صدها مورد مشابه در گوشه و کنار جهان را شامل می شد. تعداد زیادی از دولت‌ها در پی اعتراضات مردمی اعلام وضعیت اضطراری اقلیمی کردند و تعداد کشورهایی که قول دادند تا سال 2050 هیچ گاز گلخانه‌ای وارد جو زمین نکنند، یعنی کربن صفر شوند، به 66 کشور رسید. آوردن زباله اینجا گذاشتن، سه ماه قرارداد بستن، بعد سه ماه کردن 6 ماه 9 ماه دیگه موند. جلوه های سوء مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی در شهرداری های ایران هم تبعات خونین داشت. برای ساکنان منطقه چهاردانگه که در اعتراض به سالها انباشت زباله های شهر ساری دو هفته تحصن و تجمع کردند، با ورود یگان ویژه به شکل خشن سرکوب شدند. کسی نبود که از طبیعت ساکنان چهاردانگه دفاع کند. دیگر مدافع طبیعت یعنی سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در سال 2019 به کرات فعالان محیط زیست را ناامید کرد. از صدور مجوز طرح جنجالی انتقال آب دریای خزر به سمنان تا صدور مجوز گردشگری در یک منطقه حفاظت شده. از پیدایش زمین 4,600,000,000 سال می‌گذرد. اگه بیایم هر 100 میلیون سال رو یک سال فرض کنیم، ناامیدی فعالان محیط زیست به ایران محدود نبود، اما نقطه امید دانشمندان و رهبران جهانی که دغدغه زمین دارند طغیان نسل آینده است. از انقلاب صنعتی یک دقیقه هم نمیگذره. انقراض، آلودگی، کرسی امید دانشمندان و فعالان اقلیمی در وجود یک نوجوان 16 ساله تجلی یافت که به چهره معروف ولی جنجالی جنبش بیداری اقلیمی در جهان بدل گشت. گرتا تونبرگ در سال 2019 مهمان همه مجامع بین‌المللی شد که در آنها بی‌پروا سیاستمداران و رهبران صنایع را به چالش کشید و گفت شما آینده ما را رو بودید. حسی که در سال 2019 می‌رود تا گویای پیام سرکشانه و شماتتبار نسل آینده به تصمیم گیران امروز باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون از همراهیتون.